سلام، به خانه ما خوش اومدین. هفته ی قبل مأموریت نجات دنیا رو دیدیم، چالشی که طی اون خانواده ها 24 ساعت فرصت داشتن دنیا رو برای بقیه جای بهتری بکنن. ایده ی خانواده نیکرای افزایش نشاط و شادی تو فضاهای اجتماعی بود. اول حلوای انگوش پیچ پختن و بین اهل محل دور چرخوندن، جمع‌آوری لباس از دوست و آشنا برای اهدا به بی‌بضاعتا برنامه دوم این خانواده بود. بعد سری به خونه ماپیر زدن و پروژه اتصال قلب‌ها برای ازدواج مجردهای در و همسایه رو پیش بردن. در نهایت هم تو خونه پدر بزرگ هانی و نیکی با ساز و آواز دل بزرگترا رو شاد کردن. سلام. برنامه خونه جعفری در سه شاخه آموزش، زیباسازی و جمع‌آوری خیریه انجام شد. سارا به بچه های یه دبستان دخترونه مکرمه بافی یاد داد. بابا و علی اصغر قایق شکسته یه کوچه‌شون رو رنگامیزی و بعد با گلدونای کوچیک تزیین کردن. مامانم با یه گلریزون تلفنی از فک و فامیل و دوست و آشنا پول جمع کرد تا برای مرکز تحت پوشش بهزیستی که از توانیابان ذهنی مراقبت میکنه مواد اولیه آشپزی تهیه کنن. عمده برنامه‌های خانواده نجفی به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص داشت. ارمیا همراه یکی از دوستاش برای جمع‌آوری زباله به ساحل رفت. بابا چند تا لونه برای پرنده‌ها ساخت و همراه مامان و امین تو طبیعت نصبشون کردن. غذا دادن به مرغای دریایی هم بخش دیگه اقدامات سبز این خانواده بود. در کنارش ارمیا برای ارتقای شاخص سلامت دوستش رو به باشگاه فرستاد و خانم نجفی با چای و شکلات از مهمونای شهرشون پذیرایی کرد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. همش انرژی مثبت. رقابت با جعفری. ناز. نیکرای. آقای نیکرای. نیکرای و نجفی. من میگم جفتشون. به نظر من که هیچ کدوم. علی اصغر از کله سحر کار و تلاش روزانش رو آغاز میکنه. سرم مرسی بسید کنم برنامه هم نوشتی که نوشته مادرم روزت مبارک برای زحمات خوب و عالی خودت ممنون دوستت دارم. ببین چه کادوی برام آورده. برای ما جوراب میاریم. برای شما چیزای خوب خوب. کلن از رستم و سهراب به این ور دل پسرها و پدرها صاف نشد. همه سیگه بازیم بیا بریم از بازت تخمه مرغ برداریم بیا بزنیم تو دیوار بشکنیم. گفتم نمیام. هانی این خط تخمه مرغ گرون شده، ما میخریم میذاریم توی از تخمه مرغا کم میشه. هیئت منصفه به منظور رسیدگی به اتهام تخریب اموال خصوصی برای هانی تشکیل جلسه داده. همه شو خودش زد به صورت من. الان قاضی هم میاد. قاضی هم بابا اصل کار باباش قاضی هم که الان میاد. با این پرونده قطور اشد مجازات در انتظار هانیه. امروز بابا رفت مأموریت تا یه سه روز دیگه هم نمیاد. یعنی الان رو آبن؟ بله دیگه، کار دریا و دریا نوردی و وقتایی که دریا طوفانی میشه چی کار میکنن؟ دریا که طوفانی میشه اگه یه جایی باشن که نزدیک جزیره باشن که پهلو میگیرن، ولی که فکر کنم موقع خیلی بدی رو دارن تا این طوفان بخوابه. اجازه بده جلو بذارم. وقتی با کادوی بی موقعت بابا رو ضایع کنی، باید عواقبش رو هم تحمل کنی. تو 4 روز دیگه باید بری سربازی آموزشی. یه جایزه هم پیش من داری. اینم شادی بعد از گل امین در پایان تمرینات المپیکیش. با
ورود قاضی نیکرای دادگاه رسمی است. قیام کنید. از صبح تا له جنگش بود. جرم تخمه شکستن داره. یه همسایه‌ها گفتن که این هانی میره از خونه باکینا هم تو تخمه از بالا میندازه پایین. خونه خودمون 4 تا در آورده بود. نه نه اصلا اون دیگه حالت کردم یه تخمه داره میره تو کوچه. من طرف دارش نگیرم. من طرف دارش نگیرم. نه این خود جرم تو خود سر جاشن به واسه خوابونده. بشین. شما حق نداری بیای خواب کنی. مسئول مرغا دیگه تو نی دیگه. چون زدی تخمه‌شون همه شکاندی. به موجب این حکم از هانی نیکرای در رسیدگی به امور ماکیان خانگی سلب صلاحیت می شود. جدول از اینا هم اومدش. بیا ببین. ببین چند دار شده. ما همیشه آخریم. خانواده نیکرای 524,000 تومان خرج کردن. خانواده نجفی اول شدن تو خرج کردن. ما آخر شدیم. کی اول الان؟ آقای جعفری. ما دومیم، آقای نجفی هم سوم. آقا جعفری که مثلا خیلی کم هزینه کرده، مثلا تو باغچه‌شون یه نهال چیزی داشتن، برداشتن رفتن تو طبیعت کاشتن. خانواده نجفی 791. وای، خیلی وقت خدا خرج کردم. بچه‌ها چقدر دیگه وقتشه از صندوق قرض الحسنتون یه قرضی بهشون بدین. آره. آقا نیم دیدی خب چی میگم کمتری بکن. اینو ما دومیم. خودتون میخوایم. خودتون میرین چی میگین خب. لوبیا گرفتین آخرم سخت. هانی داره انتقام حکمشو از خانواده میگیره. یعنی شما میگی هیچ هزینه نکردم برای نجات دنیا. میتونن مثلا روز بقیه کمک گرفته باشه. آره دیگه ما بیشتر از همه هزینه کردیم. آره ما خیلی نجات دادیم دنیا رو آخه. آره. خیلی خوب بوده. نه احتمالاً ما خریداشون رو کامل کردیم. آره ممکنه ببینید چند روز آینده دیگه خرید نداشته باشن. ولی ما خرید داریم. من همین امروز باید برم خرید کنم. دیگه کم کم باید وارد خرید گوشت و مرغ هم بشیم که اونم خدا تو منه. دیگه اصلا چی نمیگیری؟ دیگه اصلا هیچی نمیخوری. هیچی نمیگیری. قول میدی؟ تخم مرغ هم پول میخواد. اینو باید بخریم. تخم مرغ. این پسر هیچ رقمه از یاد مرغای خونه نمیکاهه. ما الان صدر جدولیم. کی گفته ما آخریم؟ آره امتیازمون 791 تومنه. خب این صدر جدولیم ما. از نظر خانم نجفی عظمت در نگاه توست، نه در جدول نتایج. دیگه تخم مرغ نادی خواهد. تخم مرغا بعد وقتا روزی 8 تا میذارن همش. این چه حالتی که تخم مرغ میشکنی؟ همش اون شکنده پشمه اون شکنده. مثل اینکه هانی طبق برنامه زوج و فر تخم مرغ میشکنه. یه فیلمی بی قدیم نشون میده شیرو به مرغا و تخم مرغا میدوزیدن. سلطان شبان شیرو مرغا میدوزید میرفت میخورد به چه ما تخما میبره میشکنه. تلفن داره زنگ میخوره. یکی طاقت منو آماده کنم رو آیفون بذاره. نه این صدای یک پیغام ضبط شده است. مأموریت این قسمت شما برگزاری یک مهمانی خانوادگی برای رقباست. شما موظفید در این مراسم با حداقل هزینه و حداکثر خلاقیت اوقاتی خوش برای مهمانان خود فراهم سازید. باید نهایت تلاشتان را به کار ببرید تا آنها را به شکلی جذاب و هیجان انگیز سرگرم کنید. مهمون داریم 7-8 تا. ما اصلا دوست نداشتیم اولین خانواده باشیم. اشکال نداره، فرقی نمیکنه دیگه. حالا چه ما بریم چه اونا بریم. خب حالا ما باید یه برامون هزینه کنیم و یه لیست خریدیم. خب حالا شما چی میخوای درست کنیم؟ خوشمزه میخریم. برخلاف ایده های مامان و بابا برنامه امین خیلی ساده است. خیلی سارا ناراحتم بابات نیست. کاش زنگی بزنم ببینم اگه میتونه مرخصی بگیره. فردا مأموریت اینه که ما باید مهمان بشیم. میزبانمونم آقای نجفیه. خواستم ببینم میتونی مرخصی بگیری بیای؟ مهمانه که این نبود که ما خواستم ما بریم برگردیم برمیتونیم. میگم یه سآله چطور اون موقع که ما عقد بودیم بعد همیشه هوا خراب بود تو خارگ نمیرفتی؟ خب معلومه که آقای جعفری عروسشو بیشتر از مسابقه دوست داره. آقا یه کاری کنه همسر من برگرده خواهش میکنم. نه نگاه که اصلا بهشون دلشون میاد بدون من بخواهی این کار انجام میگه دلشون میاد بدون من همچون کاری انجام بدین. جلسه یک کاری اضطراری علی اصغر همچنان ادامه داره. خب میگم حالا علی شم ها فردا میخواییم بریم چه ببریم سیشون؟
گینه داری تو کمد مامودا. خیلی ایده ها داریم، هم میتونم عروسک درست کنم، هم سارا میتونه کار ویترای انجام بده. من چیکار کنم؟ ویترای ندارم. خب میگیریم، اشکالی نداره. دو تا غذا در نظر دارم، مجبوس میخورم درست کنیم که هزینه زیاد نم. یا ماهی، ماهی هم دوست دارم تنداز ماهی درست کنم. برم داری هم ماهی بگیرم چه؟ ماهی ببریم کادو ماهی ببریم چشکال لاره ماهی خود تازه گرون تره یه همین دیگه امشو یا فرد امشو دیگه یا فرد باید بری ماهی گیری دیگه. من میتونم یه تابلو براشون درست کنم، کار پرشنگه. پرشنگ یعنی پرتو. خب واقعا پرتوش زیاده، جلوش خوبه و کار قشنگه. ماهی گرون هم زیاد نمیخواد بخریم. الان یه ماهی هستش قیمتش اندازه مرغ. بیاد چیز بکنم، تا انداز ماهی درست کنم. هر کارش میخوای بکنی یه چند تا تیکه هم سرخ جدا کنیم. سرخ کنم. تیکه سرخ کنیم با برنج ساده. بعد برنجمون هم بیا چیز بگیریم، رشته بگیریم. آره رشته پلو با ماهی خیلی خوشمزه میشه. رشته پلو درسته. خود این میتونی که از این چیه کامبایا که همیشه میدختی یکی از مرغا رو کادو ببری. یعنی بدونه مرغا آره کادو ببری. ببین ما برای دو تا خانواده بعد هدیه ببریم. خب حالا بحثمون یه خانواده است، ولی دوست دارم یه هدیه ببریم که قابل باشه. الان من برای این خانواده دارم پرشنگ درست میکنم، شما برای اون یکی خانواده مکرما درست کنی بد میشه. یعنی که جفتشو برای جفتش ببره. جفتشو برای جفتش میبره، اشکال نداره. یه چیزی باید یه طوری بگیریم که بیشتر از 200 نشه. الان ما اگر مثلا نفری دو تا تخم مرغ که بخریم 24 تا تخم مرغ میشه. آقای نجفی با اعداد و ارقام پیچیدگی مأموریت رو با رسم شکل نشون میده. 100 تومن میشه. بعد من دلم میخواست یه رنگینکی یه حلوا خورما، ولی رنگینکی از اینش خیلی میشه. خب خورما میگیریم دیگه. خورما میگیریم، حلوا خورمایش میکنیم. حلوا خورما بعد توپک کنیم. آره. مثلا نفری یه دونه دو دونه. آره اینا آره. برای پیش غذا بدی که سیر بشه. آره نجفی‌ها گرچه تو جدول هزینه ها عقبن، اما تو این مأموریت اصلا نمیخوان کم بذارن. مرغ لاریکو ببری. کدوم؟ لاری بزرگ بلند و سفید. تازه هم پرده رو ورده سفید و خوشگلم شده و توپل. راست میگه. تو این خونه از آرزو تا عمل یه قدم بیشتر نیست، فقط کافیه مثل نیکی رویاتو به زبون بیاری. هانی با تکل از پشتم به مرغا نرسید. خانه سبز دوست دارم. آره ولی خب نه، اگه اینا میخوای کار کنی راست میگی، برای اتاق پسرام خوشگله. میخوام یه جا باشه که حتما باشن کاربرد داشته باشه دیگه. مامان جان دلم کارمو دیدی؟ بله عالی بود. فکر میکنید ناهار چی بدم بهتون؟ والا خیلی خرج کردم تا الان که. فکر میکنی چی بدم برامون؟ چه حدسی میتونی بزنی؟ قلیمای غذای بوشهری هست دیگه. من فکر میکنم مرغ درست کنم. ما تو دارم کارامری درست کنم، برای من غذای بوشهری. مرغ کارامری علی اصغر خیلی دوست. میخوام میوه رو میدونم چی کار کنم. میوه رو میخوام برش بزنم تو ظرف بذارم. مثلا دو تا دونه پرتقال، دو تا دونه نارنگی، دو تا دونه خیار. حالا یه فکر خوبیه. حالا اینا میرن همین بلا سر خودمون میاد. اشکال نداره بیارم. دیگه میخوان از اینا هاشون کم بشه دیگه. ایده های خانم نجفی برای بهترین پذیرایی با کمترین هزینه واقعا خلاقانه است. ترشی هم کیلویی بگیریم، مثلا 20 تومن هم ترشیمون بشه. یه کار کنیم، میوه رو پوست بکنیم، قاشقاش کنیم، نفری یه قاش. اینجوری هم میشه. میگن شریک خوب نیست، ولی تنها شریکی که خوبه زن آدم. این جمله رو گفت از کادو روز زن، از زیر کادو روز زن در بره. همیشه کادو خوب داریم ولی هیچی نگرفتیم. خب کلا خانم ها خودتون نعمتی هستن که خدا آفریده. بعد بهترین هدیه بودی که خدا بهت داده دیگه. شک نمیدونم خودی. نجفی ها همزمان که برای تدارکات مهمونی میزنن بیرون، تو فکر برنامه های دیگه مراسمشون هم هستن. الو، سلام. میخوام لخلخ ماهی درست کنم. نیمونت هم بیاری با اون آقا پسرت. آها، شربت نعنا هم بذارم. دو تا تخت داشتی یا تو حیاتتون؟ استرس یه مهمونی درجه یک اونقدر بالاست که هم کمربند ماشین یادشون رفت، هم ممنوعیت موبایل پشت رول. حالا تو چه حسی داری؟ حالا مهمونامون میخوان بیان که نمیشناسیشون، چه حسی داری؟
نادینه میخوام. آقای نجفی در تقدیر و تشکرات ویژه روز زن سنگ تموم گذاشته. باشم در خود میدونی. آره ما که آدم های راحتی هستیم، انشالله اونا هم آدم های راحتی باشن. جا به جایی های غولاسا قربونه. محبت که چقدر زحمت کشیدن پسرهای من، حیات رو تمیز کردن، آب و جارو کردن. اینا گیر در آمدن. طبق معمول امین مسئله رو از زاویه دیگه ای میبینه. مثل هر کادوی دیگه این هدیه هم قبل از تقدیم احتیاج به فراوری، تزیین و بسته‌بندی داره. مرغا وقتی یه اتفاقی سیشو میفته یا وقتی جوجه ها میموردن یا چی نیکی تا یه هفته خوش زینب گریه میکرد. خودم هم کوچیک که بیدون همینطور بیدون. احتمالاً هانی دل دیدن اشکای خواهرشو نداشته که از اول جلوی جوجه شدن تخما رو میگرفته. خداحافظ مرغ تخم گذار. ببخشید که تخمات شکنید. چند تا تخمات شکندی؟ ده تا. جو رقابتی مسابقه بالاخره اثرشو میذاره و علی اصغر هم تحرکات جسمانیشو آغاز میکنه. بندری شاد 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 بذار برامون. کمربند به کنار، بابا فرمونم ول کرده. دیگه مقصد براش مهم نیست و فقط میخواد از مسیر لذت ببره. خیلی هم خوب در میاد. برنج هم داری؟ خیلی بیریم. میگم شوید همون شویده یا شویده. فاز نشاط و سرخوشی همچنان در آقای نجفی امتداد داره. همینه. آره. چقدر شد؟ 90 و 95 و 500. مهمونی سنتی بوشهری بدون ماهی عمران. این دوغانیه نه؟ این نارنجیه دیگه نه؟ تارابچه از این تارابچه نقلیه هم داریم؟ پرتقاله تو قرمز نداریم. گیرو چنده؟ من شیرینی نمیخورم. پرتقال رو میدونی چطوری تست میکنن که آقا مثلا آب داره یا نه؟ تست میکنی وسط پرتقال باز میکنی یا میخوری؟ حالا تست کنترل کیفیشو پاس کرد؟ عالی بود. الان هولوش 2700 چقدر؟ 2700 بعد نمیندازه. میشه از آینه ماشینت هم آویزون کنی؟ موشه تخفیف زیاد میدن. گرونتری میره که خرید تخفیف بدین دیگه. الان 3 دونه انار گرفتیم 40 تومن. کل این میوه‌ای که خریدیم شده بود 40 تومن، ولی دیگه روم نمیشه 6 تومن رو تخفیف بگیرم. 40 با هم حساب کن. آرمونه خب میگم ها، حالا دیگه خریدم اون کردیم. آره دیگه. حالا چی میخواستی فقط؟ دیگه فقط مونده شیر و شکر و آرد بگیریم. دیگه چرب و شیرینی نیست که خانم نجفی تو سفرش از قلم انداخته باشه. تو
طلوع خورشید سوت آغاز روز دوم ماموریته، یه روز سنگین و پر استرس برای میزبان. گل زیبا بزنمت. امین و ارمیا فعلا دارن پای تلویزیون گرم میکنن تا اگه مهمونی به وقت اضافی رفت وارد میدون شن. امین چیکار کردی؟ زدی یا خوردی؟ صد تا اوه اخراج. رضا جان، به نظر تو خانواده آقای جعفری و آقای نیکرنگ هدیه چی کردن برای ما؟ به نظر من یکیشون تابلوی چیزی بیاره، تابلو هنری مثلا. مثلا فکر کنم خانواده اگه بیارن، خانواده آقای نیکرای برای ما تابلو هنری بیارن، درسته؟ تابلوش که تابلوه، فقط کار طبیعته. اون یکی هم فکر کنم از این جونور دریایی هست خوشک میکنن. اینا بیاره حالا. این مکرمه زیبا که هنر ساراست نشون میده که مادر و دختر تو صنایع دستی شونه به شونه پیش میرن. داری. بابا بله، یه بازی هست، کلا میذاری رو سر طرف خوب. بعد آقا مثلا 3-4 نفر پشتش میزنی تو سرش، خب؟ خب و حدس بزنو کی زده تو سرش بین 3-4 نفر. درسته، ما مهمون دعوت کنیم بیافتیم تو سر مهمون. کلا کاسکت گناه داره بابا، تا حالا ما ندیدیمش، بعد بیافتیم تو سرش. یکی نه دوتا کلا کاسکت تو حالا بیار تو. بعد نگاه دارین چی کار میکنین؟ من دارم خورما پوست میکنم. خورما پوست میکنم؟ تسلط پدر بر امور داخلی منزل از پاسخش هویداست. حلوا خورمایی رو چجوری درست میکنن؟ خوراک جنوبیه دیگه. حلوا خورمایی بوشهریه، آرد و روغن و خورما. دیگه دوست داشته باشی گردو هم بهش اضافه میکنی. من که کادوی گیرم نیمد. انگشتر بزرگر رو رفت دادی به مامانه. کوچکترین حرکات همسر در حوزه مادر شوهر از چشم عروس مخفی نمیمونه. ولی خوشم میاد آدم حسن. بهترین کادویی که گرفتین چی بوده؟ من یک بار آقا رضا طوری سپرایزم کرد که گریه افتادم. اونم مطلع بود، هم گردن منده که برات گرفت. آه کردم هم کدام؟ آقا رضا بس که کادو خریده یادش نیست چی مال کی بوده. ناهار امروز دمی لخلخ یا لخلاخه، یه جور دمپختک جنوبی که با ماهی و سیر و شیلی درست میشه. طعم تند و تیزی داره و معمولا با ترشی و رنگینک سرویس میکنه. دارین چی کار میکنین؟ دارم پک خرمایی درست میکنم برای کنار چایی. فکر میکنید مهموناتون سختگیر باشن؟ بوشهری ها کلا سختگیر نیستن، از این بابت خیلیم راحت. استرس هم دارین؟ استرس این که غذام خوب نشه آره دارم. البته آشپزیم خوبه ها، ولی یه مقدار استرس دارم. این توپک ها دست پسر رو بیفته یه گل کوچیک باش میزنن. با نزدیک شدن به ظهر مهمونا کم کم راهی خونه میزبان میشن. آقای جعفری هم با هر کلکی که بلد بود مأموریت دریاییشو پیچون تا تو این روز مهم کنار خانواده‌اش باشه. بازلاشو خودت رسوندی یا فکر نمی‌کردم این ساعت برسی؟ خوبه، من به خاطر خانواده‌ام. اعتراض کردی، اعتراضاتمون هم به نتیجه رسید. خانواده ی نیکرای بدون خودروی شخصی با ماشین کرایه عازم مهمونی هست. آقای راننده آدرس شما بلدی؟ میخواییم بیریم به امنی ها. بابا بلده چی ساخته؟ نمیفهمم، نظرمو بفهمیم که ما نمیفهمم. هرچی با پاکتن و بخوریم، این خونه خمونی دیگه، بگی این نمیفهمم. تو دلت میخواد که باشه؟ ها؟ قرمه سبزی. عاشق قرمه سبزی. یه همه هم که موان میشاده بابا. با دیگه بچه هم یه غذایی دوست دار. امروز روز زن هست، یه هدیه کوچولو به خانوما بدیم.
انشالله مبارکشون باشه. بپسندم. بالاخره مردای نجفی هم آستینی بالا میزنن تا مامان بیش از این بار این مأموریت رو تنهایی به دوش نکشه. ظرفای آشپزخونه شاهدان خاموش زحمتهای خانم نجفی تو 24 ساعت گذشتن. آغوش باز خانداداش منظره نادر تو این خونه است. امین این هم تیره در بود. نجفی ها لوازم پذیرایی از مهمونا تو حیات رو آماده کردن، هرچند نمیدونیم چه برنامه‌ای برای این فضا در نظر گرفتن. سعید کارم قشنگ شده یا نه؟ خیلی عالی هستن، فوق‌العاده شده. آقای جعفری اونقدر از هنر همسرش مطمئنه که اول تایید میکنه بعد میبینه. این چی بود؟ آه یه چیز دیگه بود. گندشو در آوردی. وا کاده بود آوردی خانه نیکی. آخه تکون میخوره نیکی. علائم حیاتی کادوی نیکرای باید لحظه به لحظه چک بشه. یاد کم شد. ما بعد برام 3 تا جاش بخریم. این خودش جای 5 تا. این خودش جای 5 تا. چه اسمش شبیه؟ گلبهار. بگو ما براتون گلبهار آوردی، بیشاله که خوشتون بیاد. باشه نیکی، رفتیم خونشون. ها بالاخره با رسیدن خانواده جعفری مهمونی به طور رسمی آغاز میشه. روزتون مبارک باشه. قابل دارمیم. روبوسی گرم آقایون نوید یه دوره همی خودمونی رو میده. دست شما در نکنه. دقیقا حدس من درست در اومد. گفتن صنایع دستی. آره. اعتماد به نفس آقای نجفی مهمترین برگه برنده تیمشون. اون آور دریایی هست خوش میکنن. اینا بیاره. حالا ما تو خونه سرخپوسا دیده بودم. تو خونه ما هم هست. این ونیکاد آوردم براتون که انشالله از نظر به دور باشید. درد نکنه. خیلی زیباست. آها شما راستی چیکار کردین به افتاد؟ ما همه کارتون خرج کردیم. وجدان از شما چیکار کردین؟ اصلا خرج نکردین. خانم جعفری من میخوام وام بگیرم. دو خانواده بدون اینکه مشتشون رو باز کنن روی سر و گردن هم کار میکنن و میخوان سر در بیارن که هر کدوم تو چالش‌های قبلی چه کردن. آقای راننده، ما برای نهار دعوت بودیم، نه برای شام. یک ساعت داریم تو کوچه‌ها دور اون میدیم. یه نظر بده شما که برای چی دیگه کردن؟ ماشینتون خراب شده. آدرس پیدا نکردم. کار براشون پیش اومده. آقا علی داره راه گم کرد. مگه میشه؟ آقای راننده فکر کنم مسیر گم کردی. آقای راننده مسیر فکر کنم گم کردی. نه بری دست راست فکر کنم. نه همینجا نه جلوتره. مثلا شما ایشون ریلکسه، شما ریلکسیسی، مالا ما مامانم ریلکسه، بابام ریلکسیسی، اونا دوتاشون ریلکسه. ارمیا با تحلیل تاکتیکی رقبا زوجهای مکمل و مشابه رو به سرعت تشخیص میده. به زنگ بزنیم بگین نهار تو بیان دوم در چطور کفشات در آوردی نهار بخوریم. کم کم وقتشه که گلبهار به داد هانی برسه. سلام. بعد شهیدم شده.
تو اینا رو به خودم نگفته بودی. باز شود دیده شود شاید خورده شود. آقا بگیر آقا بیا جنگ خروس. عملیات رهاسازی گلبهار در فضای باز به دست هانی انجام میشه. شما دیگه فکر کن چی سر تخمای مرغ بیچاره می آورده. نام گلبهار. از گردن به بالا مثل عقابه، مثل بوغلمونه، نوکش مثل شاهینه، لازم ناخوناش هم لاک زد. نشد آریایی. اگه برای شما مرغ بیارن موافقی؟ بیارن اشکال نداره. گاو بیارن چطور؟ گاو بیارن که گرونه خوشحال میشه. اگه مرغ بیارن من نگهش نمیدارم، بعد میخوریمش فردا زور. میخوریم ببینیم چطوره. آره ببینیم خوب بودیم. دلت میاد بکشی؟ ببینیم دلت میاد بکشی؟ مامان چقدر هیچ جوری نیستم، تو بیشتر میخوری. سر رونش هم دعوا میکنی. من میخورم، من قصه هم میخورم. بهشون نگی ولی احتمالاً پیاز کشمش بذارم با چلو و اینا خیلی خوشمزه میشه. خوشبختانه مامان در مقابل بیرحمی واقعیت دچار احساسات کاذب نمیشه. گلی دیگه زیاد دیدیمت. تو خودمون گذاشتیم جوجه شده محلی هست. میگن خب ما حالا باید شوهرش میدیمی. آه دیگه باید یه خروس بیاری برای. ظاهرا خانم جعفری با ازدواج تو سن پایین موافق نیست. خانم میزبان از لحظه ورود مهمون دومش فکری شده. با کادوتون چیکار میکنید؟ من نگهش نمیدارم. چرا؟ چون مشکل دارم باش. آقای نجاتی خانمتون کمک نیاز داره، من میتونم برم کمک کنم. ما نه بعد تعارف به جا نیارین. الان وقت تعارف من میترسم بری کمک بعد اونجا امتیاز ازم کم کنی. چرا؟ چه دلیلی داره؟ خیلی خودتون بهت کنم. بعد شما ظرفا رو بشورین. من قول میدم میتونم فیاض بدم. شک نکن من ظرفا رو همه خودم بشورم. خوبه مرد تو خونه بزنش کمک کنه. بدونم خیلی باید باشه. بله. خب مردا بیرون کار کنن، تو خونه هم بیان کار کنن. دیگه زنا چه میکنن؟ بخوابن. زنا چه میکنن؟ زنا از صبح کار میکنن تا مغرب دیده نمیشه. حالا صاحب اختیارید، ولی مشارکت آقایان در امور منزل موضوع بی خطری برای صحبت تو ملاقات اول نیست. خوبی از زناش. قهوه خونه دارین آقای نیکرش؟ ماها قهوه خونه دارین. قهوه به سلامتی. زنده باشی. کجا؟ ما روبرو در گمرک. آه جفره علی باش. جفره علی باش. قهوه به سلامتی انشالله. اینجوری؟ قهوه خونه یه جین دیگه همینجور آدم میام اونجا از صبح تا سرگرم می تاشو خسته نمیشی. الان اینو بردم، نشو مردم، الان یادم رفت چند تا بود. مهمونا غذاتون راضی بودن؟ مهمونا به ظاهر که خیلی تعریف کردن، ولی خودم هم خیلی پسندم بود. به نظر خودم عالی بود. واقعا مهمونا واقعا آدمای شریف، واقعا دوست داشتنی. چیزی از غذا اضافه مون؟ غذا که اضافه من، ولی خب همه میگفتن خوب شده. حتی آقای نیکرای گفتن که من حالا اصلا نخوردم. برای اولین بار دوست داشتم خورد. دیدم که مهمونه از چهرهشون مشخص بود که دوست داشتم. کدوم غذا رو بیشتر دوست داشتی؟ اون برنج ساشی بود. لخلخ ماهی. ولی خب ما بازم میگیم دمپخت ماهی. خوب پخته بودن؟ آه خوب. نقطه قوت این غذا چیه؟ ماهیش. یه طعم اصیل بوشهری. ما تا ابتدا اولین قاشق رو گذاشتیم دهنمون، من و سعید با هم به هم نگاه کردیم، گفتیم متوجه شدیم چی؟ آره گفتیم چقدر خوبه. شما غذا رو هم به روش سنتی خوردین ها. خوراک که با دست را بخوری با دست میخورم. همه جا کار ندارم که کجا هستم. کدوم مهمونا غذاتون رو بیشتر دوست داشتن؟ همشون خوب خوردن به جز آقای نیکرای. البته من لخلخ گویی نمیخورم. خوراکی که با ترس بخورم خوشم نمیاد.
دست کنم زیرش بخورم. همون به خاطر تیغوی که داخلشه مثلا مال مایی و اینا میترسن. بعد از صرف نهار برنامه های مهمونی تو فضای باز دنبال میشه. روز زن یه کادو خیلی کوچولو تهیه دیدم برای شما. باید دیگه ببخشید. ببخشید. ناقابله. باید ببخشید. بفرمایید. دست شما در نکنه. خیلی لطف کردید. متشکرم. منم نکردم. حالا شما ورقت با وصله شما. امین تسکن. ما بسته به دستم. بیس آخه پاکت شیفه. به خوشی درست کرده. آه خانم نجفی خودش درست کرده. راضی بودین ازش؟ آه مخصوصا پاکتاش، ما عاشق زرق برق پاکتام. ببینید من الان همینو که به من دادن اینو تا همیشه یادگاری نگه می‌دارم. یادگاری این برنامه خوبه که خیلی دوستش دارم و برام بمونه انشالله. اینم به پاس زحمات مادری و همسری. آقای نجفی با شگفتانه امروزش ثابت میکنه مرد نمونه این فصله. میگن شریک خوب نیست، ولی تنها شریکی که خوبه زن آدم. محبت داره فوران میکنه. با این همزبونی و همدلی و همپایی ایشالله همیشه برا هم بمونن و به پای هم پیر شن. دایی چای بیاریم. میگه تا هوا تاریک میشه. جعفری علی آقا اینجا مثل قهوه خونش بساط زغال آتیش رو برا کرده. اصلا نه وقت نمیخوریم. نه بوشهر چای هم نیاره دفعه. بوشهری ها بعد از مایی چای نبات میخورن. ما همیشه میخوریم. تو مهمونی چیزی کم و کسر هم داشتین؟ فکر کنم مهمونا نوشابه میخواستن. نبات میخواستن با چایشون. نه دنبال نوشابه میگشتم. با چش بسته بر بودم. ایطوری نکنی ها، یه ایطوری میخوری. امین، علی اصغر و هانیه پسر بچه های همسن خانواده ها به نمایندگی از تیمشون پا به ضیافت پنالتی ها میذارن. بعد از ورزش جسمی نوبت چالش ذهنیه. موج داره؟ رقص پرچمه؟ وله چند تا کلمه؟ دریا؟ بلندگی؟ 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 هواپیما؟ ناخدا؟ ناخدا؟ نقشه؟ لرد؟ نقشه یه چی؟ نه با وقت نقشه پله؟ دیگه الان خواهم میگم. نه ببین روز زن کادر ندادی از اقل جواب اینو اینجوری آتیش لنج. برنامه های میزبان از این قسمت تازه شروع میشه. اجرای نمایش کمدی با هدف خندوندن هرچه سریعتر رقبا. جوکر اولی خانواده که هست شد ما. خانواده ما بود. این آقا به جرم پرخوری دیرباران باید گردم. قبقو. آقای نجفی داره استعدادایی رو تو وجودش کشف میکنه که تا به حال خودش هم ازشون بیخبر بوده. خودتون کدوم قسمت مهمونی رو بیشتر دوست داشتید؟ من چیز جوکر شو. من حقیقتش خودم لباس پوشیدم اومدم جلو آینه خندم گره کنم. حالا چطوری برم جلو مردم؟ دوبار اومدم تا پشت در رو برگشتم گفتم وا ول بکن اینا رو در بیار ول بکن. تو این جمع مثلا از غریبگی خبری نبود. یه جوری اومدیم که انگار از قبل همدیگه رو میشناختیم. اینقدر رفتار صمیمی و خوب بود. اصلا کلا باهاشون خوش میگذره. خیلی خوش بود. خیلی حالم. انگار چند سال هم دیگه میشناسیم. حالا در کل امیدوارم که فقط بهشون خوش گذشته باشه. اصلا مسئله پولش و چیزش نیست، مسابقهش نیست. از کل کشیدن خانم نجفی به نظر میرسه عروسی گلبهار نزدیک باشه. Ah,
کردم. خیلی ممنون از شما. دست شما آقا همین دست شما درد نکنه. مزاحمت شدیم امروزم. بله. خیلی زحمت دادید. خیلی زحمت دادید. خیلی زحمت دادید. عمق صمیمیت خانواده ها تو مهمونی اول تو تاریخ خانه ما بی‌نظیره. با این وضع خدا میدونه تو دو مهمونی بعدی چقدر میخوان با هم ندار باشن. کافه هم دیگه رو ببینیم. انشالله حتما. مافیا از کنیم. مافیا هم بازی میکنیم. الان که مهمونی تموم شده چه احساسی داری؟ یعنی مرحله غولش هم اینجا بود دیگه. چقدر مهمونیشون بوشهری بود؟ چقدر بوشهری بود؟ 100%. کلن سفره حسیریش بوشهری بود. غذاش هم اصیل بوشهری بود. این نیمبون زنم که آورده بودن هم بوشهری بود. کدومشون رو رقیب قدرتری دیدین؟ به نظر من که هیچ کدوم. چرا؟ نظر شخصی. رقابت با جعفری. اجلاس. نیکرای. آقای نیکرای. ها این هنوز تو چیز این نرخ پوله که مثلا ما تو جدول دومی. من اینم باز برداشت بد کردیم. منظور این بود در سطح همان، یعنی هیچ کدومشون بهتر نیست. ما از همش ولی به نظر خودم خانواده جعفری خیلی تلاش میکنن. اصلا نمیشه. اصلا من وقتی اومدم اینجا تصورم عوض شد در موردشون. واقعا دوتاشون مثل اینکه حریف قدری هستن. خانواده نجفی نسبت به خرج کردن خیلی خرج. همش فکر این کی ببره یا بباخه. ما واقعا راضییم. به مردم هم میگیم بهشون رأی بدن. خودمون هم بهشون رأی میدیم. خودمون هم بهشون رأی میدیم. آره چند نفرم بهمون رأی دادیم. مهمونیشون خیلی خوب بود، عالی بود، خانواده گرمی بودن و لطفاً به ما رأی بدید. اونا گرم بینن به ما رأی بدید، ها؟ امیدوارم که بیننده ها دوست داشتن این کار ما رو، تلاش امروز ما رو، خانواده ما رو. واقعاً اگه دوست داشتین بهمون رأی بدین، اگه رأی هم ندین بازم دوستتون داریم. زحمت مهمونی های خانه ما واقعا زیاده، اما این بار انگار خیلی با آقای نجفی خوش گذشته که اینطور لطیف و رقیق و مهربون شده. شما راجع به کارای هر کدوم از خانواده ها تو این قسمت چی فکر میکنید؟ کیفیت پذیرایی میزبان رو چطور ارزیابی کردین؟ نظرتون درباره برخورد مهمونا چیه؟ میتونید نظرتون برای انتخاب بهترین خانواده یا خانواده‌های این قسمت رو از طریق نرم افزار، سایت یا پیامک برنامه با ما در میون بذارید و تو نظرسنجی برای انتخاب موفق‌ترین خانواده شرکت کنید. تو جدول هزینه‌های قسمت سوم غیر از مخارج روزانه، آمار مصرف برق سه خانواده تا اینجای مسابقه هم اومده. کم مصرف‌ترین شرکت کننده خانواده نیکرایان که فقط 119 کیلووات ساعت برق مصرف کردند. تو هزینه هم روی رقم 524,000 تومان موندن و چیزی به مخارجشون اضافه نشده. 126 کیلووات ساعت رقم مصرف برق جعفری هاست که توی این شاخص اونا رو تو پله دوم قرار میده. هزینه هاشون هم نسبت به قسمت قبل تغییری نکرده و با 412,000 تومان خرج همچنان در این زمینه خانواده اول مسابقن. اما نجفی ها تو مصرف برق هم مثل مخارج روزانه قمرشون در عقربه. 157 کیلووات ساعت برق مصرف کردن و با ولخرجی هاشون برای مهمونی مجموع مخارجشون به 1,107,000 تومان رسیده، یعنی سکوی سوم در هر دو شاخص. میشه ما انصراف بدیم؟ سلام علیکم. حالت شما خوبه؟ سلام علیکم. اوکرام. بله. این 20 تا از همین می‌گیریم. دیوان برای دمنوش چی داریم؟ تقریبا دیگه لطفاً. اگه شده باشه من هر چی کارت هست استفاده می‌کنم. ما بو از کوچیکی کار کردیم. دمنوشی من می‌ذاری سردینم. بعد شب بیشترم بخیل داره. یعنی هر جور شده خودمون رو به آب و آتش بزنیم تا بتونیم این موفقیت رو کسب کنیم.